بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه تعلیم و تربیت، خودشناسی اخلاقی. صفحه 71. جوانان عصر آخر الزمان. طبق روایات اسلامی، آخر الزمان که دوران دین محمد صلی الله است و تا قیامت ادامه دارد، قلمرو به جبری اخلاص در دین و کمال نفس بشر است و به قول معروف عصر رومی روم یا زنگی زنگ است، یعنی دورانی است که شرک و نفاق ناممکن می شود و انسان بین دین خالص و کفر مطلق و آشکار مخیر است و این مرگ هرچه التقاط و شرک و بینابینیگری و نسبیت در ارزش هاست. آخر الزمان عرصه ظهور تدریجی مطلق ها و مجردات است، عصر تجربه و توحید است و به لحاظی همه معضلات و معماها و بنبست های انسان مدرن مختص عصر آخر الزمان است که نفوس بشری تا اعماق ذاتش آشکار و برونفکنی می شود و این برونفکنی و تجلی ذات کفر و ایمان در بشر است. و اما جوانان در این عرصه چه می کنند و چه سرنوشتی دارند؟ از آنجا که جوان و سن جوانی قلم رو به اشد انرژی و خلاقیت و برونفکنی و عشق و آرمان است، لذا به مثابه هسته مرکزی و محور ظهور پدیده های آخر الزمانی می باشد. جوان مظهر اشد جان است و جان آدمی هم به قول قرآن از جن است و لذا جنی ترین و جان فضا ترین جنبش ها را به ظهور می رساند، خاصه در عصر آخر الزمان. در عصر آخر الزمان جنون جان جوان به غایت جنبش و ظهور می رسد و در غایت این برونفکنی جان است که دو تجلی رخ می نماید، خدا و ابلیس. آن که خدا را دیدار می کند به کمال وصال است و اما آن که ابلیسیت نفس را می یابد، از آنجا که هنوز جوان است امکان توبه و تغییر انتخاب دارد و می تواند با یک توبه نصوح ره هزار ساله را به لحظه ای طی کند و خدایی گردد. چون این امکان خارق العاده ای از آن جوان آخر الزمان است، پس جوان آخر الزمان به یک میزان امکان نابودی و رستگاری دارد. جوانان آخر الزمان جوانان عرصه فروپاشی خانواده ها هستند و لذا تنها ترین جوانان تاریخ می باشند و این تنهایی همان قلمرو به تجرید و تفرید نفس است که در قرآن کریم در باب قیامت آمده است. این تنهایی هرچند به غایت دردناک است، ولی این درد میتواند امکان زایش دوباره را فراهم آورد و خلقت انسانی را باعث شود، چرا که تنهایی به هر حال غایت و کمال انسان است و انسان در این قلمرو یا خدا را می‌یابد یا با ابلیس نفس هم نشین می‌گردد که دو نوع کمال است: کمال مؤمنانه و بهشتی و کمال کافرانه و دوزخی. انسان تا به غایت دوزخ نرسد امکان خروج از آن را ندارد. حتی انبیا و اولیای خدا نیز از این راه گریزی ندارند. این راه یا به نور ایمان و معرفت و محبت الهی طی طریق می شود و یا به کفر و جهل و شقاوت. جوانان آخر الزمان در قلمرو به حاکمیت جهانی دجالان رشد می کنند، دجالانی که تحت عناوینی همچون تکنولوژی، هنر، آزادی و عشق، عقل و دل و دین را غارت می کنند. این دجالان همچون زحاک مار به دوش از مغز سر جوانان تغذیه می کنند. جوانان عصر آخر الزمان پیرترین جوانان تاریخند.
یکی بدان دلیل که در پایان تاریخ به دنیا آمده اند و عمرشان به اندازه کل تاریخ است، و دومین که از کودکی تنها می شوند و تنهایی از مختصات پیری است. جوانان عصر آخر و زمان کمترین مهلت را برای انتخاب دارند و اندک مکسی آنان را با جریانات دجالی دوران می برد و هلاک می سازد. جوانان آخر و زمان در برزخند، زیرا در عصر انهدام سنت‌ها و حاکمیت ضد ارزش زیست می‌کنند و با همه پیری تاریخی خود بی ریشه و سرگردان و پوچند. جوانان آخر الزمان در قحطی عاطفه و محبت هستند، زیرا والدینشان هرگز مجال و حال رابطه‌ای قلبی با فرزندان خود را ندارند و لذا به دام عشقا و جلوه های بیژه سینمایی و کامپیوتری می افتند و قربانی می شوند. این قحطی می تواند آنان را مبدل به بزرگترین مولدان عشق نماید، همانطور که اکثر انبیای الهی یتیم بوده و خود به مقام پدریت و مادریت بشر رسیدند. و جوانان این دوران بالقوه دارای چنین قدرت معنوی می باشند. جوانان آخر الزمان مرفه ترین و کام یافته ترین جوانان تاریخند. این وضع بیشه هم می تواند هلاکتگاه این نسل باشد و هرگز مجال جدیت و معنویت و تعمق را پدید نیاورد و هم می تواند به سرعت پایان ارزش های مادی را آشکار سازد و آنان را به راستی در وضع واقعی خودشان یعنی پایان تاریخ قرار دهد و از مادیت تاریخ فراسو برد و مقیم آخرت سازد. آنچه را که جوانان قدیم طی 40 سال می‌یافتند، جوانان آخرالزمان تا 20 سالگی می‌یابند و زان پس امکان انتخابی برتر و معنوی تر دارند اگر پیشاپیش هلاک نشوند. آدمی به امید رسیدن به آرزوهایش زنده است و تلاش می‌کند. جوانان آخر الزمان بسیار سریع‌تر به آرزوهای مادی خود می‌رسند و لذا خیلی زود به پوچی و انفعال می‌رسند و این همان خطر انحطاط آنهاست. اگر در غایت مادیت جهان راهی به سوی معنا نیابند، آخر الزمان در نفس بشر به معنای وضعیت صفر است و نوعی به انتها رسیدگی روانی و آرمانی، ولذا جوانان به عنوان کانون جنبش هر اجتماعی در این وضعیت صفر دچار جنون انفجارند و اگر مسلح به معنایی فوق مادی نباشند دچار خود براندازی شده و جامعه‌ای را به سوی تخریب و نابودی می کشانند. جوانان آخر الزمان بدبخت ترین خوشبخت های تاریخند.